در 82 روز از جنگ بین اسرائیل و حماس و همچنین اسرائیل و حزب الله لبنان، همچنان آتش در دو جبهه ادامه داشت. در کنار اون بنی گانس عضو ارشد کابینه جنگ امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت که جنگ در جنوب نوار غزه و همچنین در شمال نوار غزه همچنان ادامه خواهد داشت و مرحله سوم مرحله ای نخواهد بود که ارتش اسرائیل حملات خودش را کاهش بده و اتفاقا حملات در نوار غزه گسترده تر خواهد شد. او گفت این جنگ پایان نخواهد یافت مگر اینکه حماس چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ حکومتی نابود بشه. در رابطه با شمال اسرائیل او بار دیگر اظهار داشت که اگر دنیا نتواند که جلوی حزب الله لبنان را بگیرد و او را به عقب براند، ارتش اسرائیل این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و وارد جنگ با حزب الله لبنان خواهد شد. و در آخر او گفت که در دست آخر اسرائیل هم شهروندان در جنوب و هم شهروندان اسرائیلی در شمال را به خانه های خودشون باز خواهد گرداند. در کنار اون امروز حزب الله لبنان 11 موشک به سوی شمال اسرائیل و به ویژه شهر کریات شمونه پرتاب کرد که چند تا از این موشک ها به زمین اصابت کردند و خساراتی به خانه هایی که در حال حاضر خالی هستند و کسی در اونجا زندگی نمی کنه برخورد کردند و خساراتی هم به بار آوردن. اسرائیل هم حملات شدید توپخانه ای را به مواضع حزب الله لبنان انجام داد. در کنار اون از جنوب نوار غزه امروز هیچ موشکی به سوی اسرائیل پرتاب نشد. به نظر میاد که توانایی های حماس برای پرتاب موشک به سوی اسرائیل کاهش پیدا کرده، اما این نمیتونه آخر و پایان پرتاب موشک ها باشه. در اسرائیل بر این باورند که هنوز از جنوب نوار غزه این توانایی را حماس داره که به سوی اسرائیل موشک پرتاب بکنه. در کنار اون در صحنه سیاست هم قرار هستش که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته دیگه به اسرائیل بیاد. هدف اصلی این دیدار هنوز معلوم نیست، اما گفته شده که در هر صورت انتظار میره که در رابطه با جنگ در دو جبهه بلینکن با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه و همچنین بار دیگه در رابطه با آینده این جنگ و پس از جنگ چه کسی بر نوار غزه حکومت خواهد کرد مسائلی هستش که بدون شک عنوان خواهد شد. دیروز محمود عباس به گونه ای عنوان کرد که حکومت خودگردان فلسطینی همراه با حماس میتواند که بار دیگر در نوار غزه حکومتی را به عنوان بکند، حکومتی را بنا بکند. اسرائیل خیلی سریع با این مسئله مخالفت کرد و گفت که حکومت خودگردان را اجازه نخواهد داد که دوباره حکومت را در نوار غزه به عهده بگیره. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال.